الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمد 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 لله. بسم الله الرحمن الرحیم جشن خدا به وسعت دنیا مبارک است تکرار عید دیگر تاها مبارک است در لیله ولادت پیغمبر عظیم میلاد علم و دانش و تقوا مبارک است بر باقر العلوم که آینه خداست دیدار روی حی تعالی مبارک است عید ولادت ششمین حجت خدا بر احمد و به حیدر و زهرا مبارک است آیین ماست جعفری از لطف کبریا آین ماست جعفری از لطف کبریا این عید عید ماست که بر ما مبارک است اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی در خدمت شما خوبان هستم با برنامه به وقت بیداری کاری که به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم نگاه های گرم شما عزیزان می گردد. در ابتدای برنامه تبریک ارز می کنم سمیمانه این عید بزرگ همه مسلمان های جهان ولادت پیامبر عظیم الشعن و و همچنین ولادت نوه بزرگوار ایشان آقا امام جعفر صادق علیه السلام و السلام انشاءالله که عیدی همه ما دیدن جمال دلارای حضرت مهدی انشاءالله باشد و اون عدالتی را که خداوند وعده داده به پیامبر که دینش و عدالت اسلامی سر تا سر جهان را فرا میگیرد ما باشیم و آن دولت کریمه را ببینیم انشاءالله عزیزان استفاده میکنیم از حضور و سخنان ارزشمند کارشناس محترم برنامه طبق وعده ای که شنبه ها دادیم در خدمت استاد همایون مصباح هستیم خواهش میکنم با این برنامه به وقت بیداری همراه باشید از سلام دارم خدمت شما جناب استاد وقت شما به خیر و خوشی و سلامتی این عید بزرگ بر شما مبارک باد خواهش میکنم در با بینندگان آقاد سخن بفرمایید و اگر مطالبی راجع به پیامبر دارید گفتگو کنیم تا اینکه برسیم به موضوع خودمان یعنی بررسی توسعه از منظر فقهی و حقوقی بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلی الله علی خاتم السفراء والمرسلین ابل قاسم مصطفى محمد الله صل محمد و علیہ آلہ طیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین بنده هم به نوبه خودم خدمت بینندگان و شنوندگان حاضرین و غائبینه که در پای این گونه برنامه ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حضور به هم میرسانند به حضرت عالی و به مجموعه باش. عواملی که این گونه مجالس و فضاها را فراهم می آورد تا باب گفتگو باز بماند و استمرار پیدا بکند عرض سلام و ادب دارم و آرزوی توفیق و ارتقای مستمر کیفیت زندگی را الله. برای همگان از خدای متعال خواهانم پیش از این که مبحث مورد نظر را که در طی چند جلسه گذشته آغاز نمودیم و ادامهش را استمرار بدهیم منم از این منظر یا از این مقام میلاد با سعادت و پربرکت پیامبر گرامی اسلام را و همچنین میلاد امام جعفر صادق سلام الله علیه را به همه جهانیان و انسانها و جوامع بشری و مسلمین در سرتاسر عالم و به شنوندگان و بینندگان این برنامه تبریک ارز میکنم و امیدواریم که همه ما بتوانیم از این میراث گرانبهایی که این بزرگواران و پیامبر گرامی اسلام به ماها گذاشته است به نحو نیکو و احسن استفاده ببریم همون قاعده احسن الاشیا به جای اکثر الاشیا را تحقق ببخشیم و دنبال بکنیم من خیلی مختصر در باب این مناسبت سخن میگم که به گونه ارتباط با این بحثی که ما دنبال میکنیم نیز دارد بسیار عالی و اون این است که ما اگر بخواهیم طبیعتا رسول گرامی اسلام و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین شخصیت های چند بعدی بودن و اگر ما بخوایم این شخصیت ها رو و محصولات و باستاب های رفتاری و معرفتی و عملی اینها را به کاوش بگیریم و تحلیل بکنیم و شناسایی و سپس معرفی بکنیم خب جلسات اختصاصی می تلبد و زمان بیشتر من در کارنامه کامیاب رسول گرامی اسلام قبلا هم در این گونه جلسات خدمت عزیزان عرض کردم برجسته ترین محصول حرکت رسول گرامی اسلام را در جامعه بشری که امروزم میشه از اون الگو گرفت و در زمان و در جامعه ای که این دین مبارک به دست رسول گرامی اسلام تأسیس شد و حرکت را آغاز کرد اگر کسانی که آشنا هستند با ساختار جامعه اون زمان به نیکی در که مهمترین نیاز و ضرورت در اون جامعه چی بوده یک جامعه به شدت از هم گسیسته و فروریختن اعتماد اجتماعی و همکاری جمعی در مقیاس کلان و برون گروهی, گروهی. من تعبیر کردم از این وضعیت به فروهش سرمایه اجتماعی برون گروهی پیامبر گرامی اسلام کارنامش پر از میراث گرانبهایی است در کنار خود قرآن کریم یکی از کارهای بزرگش جامعه از همگسیخته اون زمان را خیلی خیلی موفقانه توانست یک همبستگی و همسویی را در اون جامعه ایجاد بکنه من تعبیر میکنم به ایجاد سرمایه اجتماعی برونگروهی این مهمترین و نظر من و برجستهترین، میراث بو است که از پیغمبر گرامی اسلام میشه روش صحبت کرد و سخن گفت البته میراث های ارزشمند دیگری هم هست این به معنای نفی اونها نیست امام صادق سلام الله علیه هم در میان در یعنی در کارنامه این بزرگوارم اگر نگاه بکنیم تقویت و تولید سرمایه انسانی را می شود از مهمترین شاخصه های این دوران و یا این محصول و برایند فعالیت حضرت امام صادق سلام الله علیه بر شما بنابراین به طور خلاصه اگر بگم سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی دو تا محصول و پدیده است که ما در کارنامه این دو بزرگوار می توانیم مشاهده بکنیم این را هم تحلیل تاریخ و سیره و سبک سیره رسول گرامی اسلام و سیره امام صادق سلام الله علیه نشان میده و هم گفتار این بزرگواران ببینید وقتی ما صحبت از سرمایه اجتماعی میگذاریم خب خود معنای سرمایه اجتماعی من در جلساتی که در همین در همین جا داشتیم با دوستان مطرح ها. کردم حالا بر به اون نمیگردم چون خیلی زمان میبره بنابراین لب سرمایه اجتماعی این است که یک مجموعه انسانی توانایی کار جمعی را برای پیشبرد اهداف و مقاصد مشترک خودشان داشته باشه حضرت رسول گرامی اسلام جمله خیلی زیبایی دارد میگه اقرا القرآن معتلفت بهی قلوب فایز اختلفتم ان فقومو ان یا در نسخه های دیگه میگه فلستم تقرعونهو می قرآن رو باید بخونید بهش عمل بکنید تا چه زمانی که اگر این خواندن و این چنگ زدن به قرآن سبب بشود که شما را با هم نزدیک بکنه اما اگر از ناحیه قرائت قرآن به معنای عام قرآن میخوانیم به قرآن چنگ میزنیم اما از هم دور میشیم پراکنده میشیم که در واقع شما قرآن را درست درک نکردید بهش عمل نکردید گویا شما فلست فلستم اصلا پس که تلاوت نکردید بله پس بنابراین میبینید اقرا القرآن ما اتلفت بهی قلوبكم فاذا فا اختلفتم ان فقوموا ان قرآن باید عامل و موجب این بشه که در درون یک جامعه و در درون یک مجموعه انسانی چی در مقیاس های کوچیک و در مقیاسهای بلند همبستگی، همسویی، همدلی، همکاری، همگامی، همسفری و این توانایی فعالیت جمعی را تقویت بکنه، توسعه بده و ایجاد بکنه که اگر نکرد ما باید یک بازنگری بکنیم که قرآن را درست نفهمیدیم و به اون عمل نکردیم یا در جای دیگه میگه لا یزال الناس بخیر مخاطبش همه جامعه بشری است میگه لا یزال الناس بخیرن ما امرو بالمعروف و عن المنکر و تعاونو البر یک جامعه زمان میگه به خیر و عزت و سربلندی و پیشرفت چون خیر هم در فرهنگ دینی و هم در فرهنگ غربی معنای بسیار فراگیر داره تمام ابعاد زندگی شامل میشه یک جامعه زمان سربلند و عزتمند و پیشرفته و مستقل از هر جهت هست که این مقوله ها درش باشه امر به معروف نهی از منکر و همکاری بر خوبی ها تعاون و یکی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی است خب حالا میگه اگر اینا نبود فاذا لم يفعلوا ذالک اگر این هم بستگی و همدلی نبود چی میشه نزعت منهم البرکات از این جامعه هر اون چیزی کامل پیشرفت پیشرفت و توسعه و تکامل است ازش گرفته میشه و سلطه بعضهم علی بعضن یکی بر دیگری سلطه میشه برای استفاده استفاده سو و لهم ناصر فی الارض ولا فی هیچ یاری رساننده برای اینها نه در زمین و در آسمان پیدا میشه یک جامعه به قهقرا فرو میره و از بین میره در جمله دیگه خطاب به امت خودش میکنه اونجا همه مسلمان لا یزال الناس بخیرن اینجا میگه لا یزال امتی بخیرن امت من جامعه مسلمین چه زمانه میگه روی بلند بلندی و عزت و پیشرفت و شکوفایی و آرامش و حیثیت انسانی خودش رو به معنای واقعی کلمه پیدا میکنن کرامت اصلی رو پیدا میکنن که این ویژگی ها باشه ما تحاب و تحاد و عدل امانه بر می برمیشمار مادامه که میگه در جامعه اسلامی محبت نسبت بگیرید تمام سیغه ها جمعه ارزش هایی هم که میگه ارزش است که از خصوصیاتش و کارکرداش ایجاد تقویت همکاری و همدلی و توانایی جمعی است محبت به یک دیگر بلد. تهاد و به معنی از حد هی و چشم گرفته شده به معنی این که یک مجموعه انسانی پی یک دیگر برن با هم همکار بشن با هم همدل باشن جالب ما تهابو و تهاد و عدل امانه خب حالا اگر این ویژگی ها در این جامعه نبود یعنی جامعه اسلامی این امور را و این ارزش ها رو و این انجار ها در جانشان و سپس در جامعه نهادینه و ساختار من نساختن فعضا لم یفعلو زالک ابتلو بالقحط و سنین این جامعه گرفتار چیه؟ کمیابیه، خشکسالیه، نایابیه تمام نمونه های چی رو که اگر در جامعه سرمایه برام سرمایه اجتماعی نباشه جامعه عملا عقب مانده از همه چیز باز میمانه این سخنان رسول گرامی اسلام و در پایان یک جمله زیبای از امام صادق سلام الله علیه نقل بکنم که دقیقا در واقع تاکید داره بر تقویت و تولید سرمایه انسانی ببینید شما میدونید سرمایه انسانی وقتی ما صحبت میکنیم معمولا سه تا معلفه داره سرمایه انسانی دانش است سلامت است و مهارت هر جامعه یک انسان که دارای دانش بود سلامت بود و مهارت میگه یک سرمایه انسانی داری وجوده خودش یک سرمایه یک ملت هم اینطوری حضرت امام صادق سلام الله علیه این حرف میزنه در رابطه با جوانان میگه لستو احب ان ار شاب بمن کن الا غاضیا فی حالین امام صادق سلام الله علیه میفرمایند که میگه من دوست ندارم نیروهای جوان یک جامعه را مگر اینکه این نیروی جوان در دو حال باشه یک میفرماید اما عالما او متعلما یا خود صاحب دانش باشه یا در حال فراگیری دانش دانش, دانش چی یکی از مؤلفههای های اصلی سرمایه انسانیه یا دانشمند باشه یا دانشجو باشه یا دانشمند باشن یا دانشجو باشن در مسیر دانش همواره قرار داشته باشه اما من او متعلما بعد میگه فاذا فان لم يفعل اگر نبود یعنی جوان ما که تاکید داره روی یک نسل اساسی که آینده یک ملت یک جامعه یک تمدن رو میسازه میگه ان لم يفعل اگر انجام نداد میگه فرته افراد کرده فان فرت زیعه خب حالا اگر کسی افراد کرد تو زندگی چی میگه همه چیز نابود میکنه ضایع میکنه منابع عمر امکانات همه را اینجا در واقع میگه این کسی که جوانی که در این دو حالت نبود نه خود دانش داشت و در مسیر فراگیری دانش گام برداشت و قرار نداشته باشه در واقع این افراد یکی از معنای افرادگرایی اینه اجا. یک افرادگرایه افراد در جامعه چی به وجود میاد چی بلا و آفت را در جامعه به همراه داره از بین بردن و از کار انداختن همه چیزه از جمله میگه نسل جوان اگر این کارا کنه عمر خودش را ضایع میکنه فرته خب میگه ف... این فرته زیعه و این زیعه میگه چی را ضایع میکنه خب حالا اگر ضایع کرد این کار رو کرد این کار خوبه بده چی کار بکنه جامعه اونقدر از رد تاکید میکنه ف ان اثمه میگه اگر این حالت ایجاد شد که عامل و موجب از بین بردن و از کار انداختن تمامی منابع و مواهب حیاتی از جمله حیات خود شد میگه این گناهکاره و گناه سنگین داره و این اثمه سکنه فی النار و اگر این چون این گناه مرتکب شد یعنی از لازوقی یک جرمه جایگاهش آتش جهنمه و بعد قسم میخوره به وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام که میگه این در واقع این حرف خود تایید میکنه که اگر نسل جوان در این دو حال نباشه این پیامدهای های منفی به وجود میه پس میبینید هر دو بزرگوار رسول گرامی اسلام سرمایه اجتماعی در رویش تأکید داره و امام, امام جعفر صادق هم سرمایه انسانی شما دوران امام صادق هم سلام الله علیه ببینید در واقع مهمترین کارکردش و محصولش و برجسته‌ترین محصولش تقویت و تولید سرمایه انسانی حالا این چه ارتباط با بحث ما داره مسئله توسعه <applause> پیشرفت هر ملتی هر جامعه هر فرد به سرمایه های گوناگون سرمایه مالی سرمایه اقتصادی سرمایه اجتماعی سرمایه انسانی جز مؤلفه و عوامل اصلی برای پیشرفت یک جامعه است پس بنابراین ما اگر می‌خواهیم تمسک بجوییم و اقتدا بکنیم به سیره و سبک این بزرگواران بیاییم از الان شروع بکنیم این دو تا سرمایه و یا امور دیگر خود ما از کسان باشیم که در جان ما و در جامعه و در اجتماع به تولیدش، تقویتش و توسعهش همت بگماریم و از عاملین به با اون باشیم چقدر زیبا بیان کردید و چقدر بحث مرتبط بود با همدیگر موضوعی گفتگوی ما حق توسعه با مطالبی که از پیامبر بیان شد من هم اجازه میخوام از شما یک نکته در تایید فرمایشات شما او زمانی که هجرت پیامبر صورت گرفت از مکه به مدینه و این هجرت هم مبدع تاریخ اسلامی شد و هم یک حرکت و انقلاب بزرگی بود در راستای پیش برد اهداف اسلام و جامعه اسلامی خب در شهر مدینه دو قبیله زندگی میکردند که به شدت با هم مخالف بودند دو قبیله که در تاریخ آمده اوس و خزرج پدرکشتگی خونی با هم داشتند طوری که امکان نداشت کسی تصور کند یک زمانی ای دو قبیله با هم مهربان شوند رفت آمد کنند ازدواج داشته باشند خیلی شدید با هم اختلاف و درگیری داشتند تا اینکه پیامبر وقتی با اینها گفتگو میکرد و شرط میگذاشت که من می آیم به مدینه به شرط این که شما با هم اختلافات را کنار بگذارید و یک دست شوید متحد شوید که همین اتفاق هم افتاد به برکت ایمان قرآن چقدر زیبا بیان میکند خداوند در قرآن میفرماید ای پیامبر اگر کوها را طلا میکردی کل زمین را تبدیل به طلا میکردی و به این دو قبیله میدادی که اینها با هم دوست و برادر شوند و الفت بینشان به وجود بیاید هرگز موفق نمی شدی. اما خداوند به واسطه ایمان اینها را بینشان برادری ایجاد کرد محبت و الفت ایجاد کرد و این ایمان چیزی بود که پیامبر هدیه آورد از طرف خداوند برای این جامعه که به فرموده شما یک سرمایه هست برای جامعه بشری و همچنین امام جعفر صادق هم که فرمودید اشاره به پیگیری دانش داشت من در یک تعبیر خواندم که از این بزرگوار نقل شده من دوست داشتم که جوانان اهل شیعه را یعنی کسانی که ادعای پیروی از اهل بیت را دارند به سمت دانش سوق دهم حتی اگر شده با ضرب تازیانه که قطعا رعفت و مهربانی امام بالاتر از این هست که بخواد کسی رو با تازیانه بزند اما گویا این جمله را بیان کردند که اهمیت فراگیری علم و دانش را توسط جوانان نشان بدهند انشاءالله همه ما در این مسیر باشیم و قدم برداریم استاد چون به میان برنامه نزدیک میشویم از شما خواهش میکنم که استراحتی داشته باشید و بینندگان عزیز هم میان برنامه را ببینند برمیگردیم با بخش دوم برنامه و بررسی چالش ها و سوالات در مورد اینکه آیا توسعه حق هست یا نه در خدمت شما هستیم ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونس شد نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت و قمزه مسئله آموز صد مدرس شد برمیگردیم در خدمت شما هستیم بهار گذاشته اند اسم ماه تراب. بهار اول مگر زمین جز بهار دیگری دارد قدمهایت تمام زمین را آباد کرد و عطر مهربانیت تا همیشه طعم تازگی را بر هوا پاشید امین خدا و امانت دار اهل زمین و زمین هرگز معلمی کامل تر از تو برای پروراندن روح خسته من نداشت گروه سجده باید کرد خدایی را که آینه تمام قد خودش را در بهارترین ربیع زمین برای پرواز من به دنیای خاک نازل کرد در ربیع اول این ماه خجسته نسیم سحری عشق را بر گستره خاکیان می میفرستد جوانه های تبسم لبها را شاداب از تراوت دیگر کرد و همگی قدوم نوزادی را که سبب آفرینش است تبریک میگویند که یا محمد به جمع خاکیان دوستارت خوش آمدی حکمتت را بنازم محرم و سفر باران فقط از چشم ما بارید و آسمان ناز کرد اما با شروع ربیع الاول در شادی دلهایمان آسمان بر ما بارید تا بگوید از رحمت خدا نومید نباشید ربیع الاول از راه میرسد تا یادآور زیباترین اتفاق تاریخ اسلام باشد و به بهانه برای حاجت خواهی و نیایش به درگاه بینیاز دست گیرنده به ماه ربی رسیده ایم تا غرق در شکوه عنایت پروردگار عالم گردیم ما را می خوانند تا ور گردیم در انواج باید خیمه زد در زیر قبه ای که به طاق عرش می پیوندد. همان قبه اهل بیت تا باز دستمان را بگیرند و در این جشن آسمانی حضورمان را نورانی گردانند بسم الله الرحمن الرحیم ای احمدیان به نام احمد صلوات هر دم به هزار ساعت از دم صلوات از نور محمدی دلم مسرور است بفرست تو هر دم به محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم عزیزان بیننده همراه ما باشید با برنامه به وقت بیداری که به طور زنده و مستقیم تقدیم نگاه شما عزیزان میگردد گفتگو میکردیم با جناب استاد مصباح در زمینه مفهوم توسعه و اینکه توسعه از منظر فقهی و حقوقی چگونه باید بررسی شود استاد بعد از مطالب زیبایی که بیان کردید درباره ولادت پیامبر به مناسبت ولادت پیامبر و امام جعفر صادق علیهم السلام به موضوع خودمان اگر برگردیم بررسی میکردیم اون سوالات و چالش هایی را که پیرامون این مطلب که آیا توسعه حق هست یا نه مطرح شده بود که توسعه را حق نمیدانستند به خاطر مسائلی از جمله فرمودید که نقض حاکمیت پیش می آید و یا محدودیت حاکمیت پیش می آید یک چالشی هست که مطرح شده برای اینکه نباید ما توسعه را به عنوان یک حق بشناسیم و اما جواب این سوال و چالش باقی ماند که در این برنامه از زبان شما میشنم همونطوری که در جریان هستید و هستند شنوندگان محترم این چالش را ما مطرح کردیم و پرسش و چالش این بود که حق توسعه و یا شناسایی توسعه به عنوان یک حق و در واقع پیامدش و برایندش این است که مخالف یا در واقع نقض حاکمیت دولت هاست و دلیلش هم گفتیم از دو زاویه این نقض حاکمیت رو اونا تبین کردن و گفتن که ممکن است خوب یک منابع امکانات بر ما به عنوان یک تعهد و تکلیف حقوقی و قانونی تعمیل بشه نسبت به کشورهای توسعه نیافته خوب این ما ممکنه دولت ها راضی نباشن این کار رو بکنه نقض حاکمیت و نقض حاکمیت از زاویه دیگر می شود یعنی به این منابع که کشورهایی که به بهانه کمک نسبت به کشورهای فقیر یا توسعه نیافته ممکنه در این کشورها یک اقدامات و سیاست و تصمیم های بگیره که با حاکمیت ملی این کشورهای فقیر و توسعه نیافته به بهانه کمک منافات داشته باشه این چالش رو مطرح کردن و من این چالش رو هم تا حدود جواب گفتم که من به خاطر که از زمان استفاده بینه بی بکنم بسیار علی. اون جواب قسمت های اول این پاسخ را دیگه بر نمی گردن. فقط اون تیکه های اخیری و برای تکمیل جواب بخش هایی که باقی مانده اون رو بازگو می کنن. و اون این بود که یکی از پاسخ ها این بود که حاکمیت امروز بعد از اینی که حقوق بین الملل یک تحول تدریجی پیدا کرد از حقوق بین الملل دولت محور به حقوق بین الملل بشریت و انسان محور معنای حاکمیت هم و به طبع این قلم رای حاکمیت هم گرفتار انقباض و انبساط شد و تغییر و تحول در خودش دید و در اثر این تغییر و تحول حاکمیت به معنای معاف بودن از حقوق و تکالیف نسبت به دولت های دیگر در سطح جامعه و و نسبت به مردم و شهروندان خود در سطح ملی نیست و همینطور حاکمیت به معنای معاف بودن از مقررات و قواعد در سطح بین یا مقررات بین نیست و همچنین حاکمیت به معنای مساوی بودن حقوق و تکالیفی که ناشی از حقوق بین الملل میشه نیست و اگر چنین بود من در اون جلسه خدمت شما از کردم که بگم تمام دولت ها در نظام بین المللی کنونی حقوق و تکالیفی برابر نسبت به تمام مطالب دارن مثلا کشورهای پیشرفته هم برای کمک به یک مشکل و چالش که در سطح جهان این چالش ممکنه طبیعی باشه فقر باشه بیکاری باشه جنگ باشه کمک های تسلیحاتی و امثال اینها را به هر دلیله بخواهند برای بازسازیش برای رفع مشکلات کمک بکنن خب کشور که هیچ نان خوردن خودم نداشته باشه ملزم بشه به این که دو درصد یا یک درصد از تولید ناخالص ملی خود برای این امر اختصاص بده و کشورهای پیشرفته دنیا و توسعه یافته همین مب... عدد را برای رفع این مشکل اختصاص بده و معنای مساوی بودن حقوق و تکالیف ناشی از حقوق بین الملل در جا سطح جامعه بین الملل به این معناست که این نتیجه اینه و این قاین بی عدالتیه پس بنابراین حاکمیت به معنای مساوی بودن حقوق و تق... حقوق و تکالیف و تعهدات ناشی از حقوق بین الملل در سطح جامعه انسانی و جامعه جهانی نیست که این اگر باشه در شرایط کنونی به ضرر خیلی از کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته هست و همچنین حاکمیت به این معنا نیست که در واقع یک دولتی یا دولت ها به معنای استقلال عینی و بیرونی در تمام زمینه ها باشه من تعبیر کردم به بینیازی معنای حاکمیت ملی به این معنا نیست که این حاکمیت یعنی بینیاز از ارتباط تعامل داد و ستد در تمامی زمینه های سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرنگی ویژه بی در جهان به هم پیوسته کنونی و مهمتر از همه اون تحول که در معنای حاکمیت به وجود آمد و آمده است حاکمیت در گذشته بیشتر به معنای سلطه و کنترل بود و با این ذهنیت تعامل و داد و ها انجام می گرفت حداقل از کردم از نظر تئوری و در مجامع و مجالس آکادمیک این مسئله مطرح شده و دنبال می شود تا در محافل یا در نهادهای نظام بین المللی و اون این است که حاکمیت دیگه به معنای سلطه و کنترل نیست بلکه به معنای مسئولیته شما وقت حاکمیت دولت ها را بر حسب میزان مسئولیتش نسبت به وظایف و تعهداتی که داره بسنجید دیگه سخن از نقض حاکمیت به اون معنا حاکمیت ملی پیش نمیاد مسئولیت هم صورت و سیماهای گوناگونی داره در یک دستبندی کلان ما میتوانیم بگیم مسئولیت سلبی و مسئولیت ایجابی یعنی دولت ها در نظام بین المللی و همچنین نسبت به در سطح ملی یک سری مسئولیت ها یعنی حاکمیت به معنی مسئولیت یک سری مسئولیت های سلبی داره و یک سری مسئولیت های ایجابی اگر این رو بخوایم عینی و جزئی تر بکنیم می شود از دل این در واقع پنج نوع مسئولیت را خصوصا چون بحث ما مسئله حق توسعه است حقوق بشر است نقض حق توسعه به عنوان یکی از پایه های حقوق اساسی بشری مطرح است با حفظ این قلم رو داریم بحث دنبال میکنیم یعنی مسئله مسئولیت در این قلم رو دنبال میکنیم گفتیم که حاکمیت به معنای مسئولیت هست. یک بار مسئولیت اجتناب است که یکی از گونه های مسئولیت سلبیه به این معنا که دولت ها باید از هر نوع اقدام سیاست و تصمیم گیری که موجب نقض حقوق بشر یا نقض حق توسعه بشه باید اجتناب بکنن اگر کمک نمی کنن حداقل مانع دستیابی ملت ها و کشورها برای توسعه متناسب با قابلیت ها و ظرفیت ها و فرهنگ و جای خودشان نشه که در واقع از نظر حقوقی میگن دست گونه ترک فعله این یک نوع مسئولیت مسئولیت دیگر یا مسئولیت هایی که برمیشوریم معمولا از گونه مسئولیت های ایجابی است یا مسئولیت هایی است که از لحاظ حقوقی یا حقوق کیفری بهش نگاه بکنیم در واقع از گونه فعل ایجابی و فعل مثبت و اون اینه یکیش مسئولیت تعاون و ایفای به این معنا که کشورها و دولت که میتوانند و ظرفیت دارند و متعهد هستند باید برای پیشرفت و توسعه کشورهای فقیر یا برای تأمین و تحقق حقوق انسانی و حقوق بشر از جمله حق توسعه بایستی وارد میدان بشن پای کار بیان و به طور عملی این فرایند در این فرایند مشارکت بورزن و سهیم بشن این میگن مسئولیت تعاون و ایفا مسئولیت دیگر مسئولیت پیشگیری و جلوگیری است از چی یعنی اینکه شرایط اوضاع احوال طوری باشه که برای موجب نقض حق توسعه یا حق, حق یکی از گناه ها و مصادیق حقوق بشر بشه پس بنابراین دولت ها یکی از مسئولیت هایش این است که از هر نوع فعالیت و رفتار که در واقع نسبت به حق توسعه ساختار را ایجاد میکنه فضایی رو ایجاد میکنن که موجب نقضش بشه از این باید جلوگیری به عمل برن که میگن مسئولیت پیشگیری یا جلوگیری یک بار ممکن است در جای نقض حق و توسعه اتفاق افتاده باشه نقض گونه های از حقوق بشر اتفاق افتاده باشه آزادی محدود شده باشه میراث بشری از بین رفته باشه تجاوز و امثال اینا اتفاق افتاده باشه خب یکی از مسئولیت ها مسئولیت واکنش سریعه یعنی چی؟ یعنی یک نقض قانونی نقض حق اتفاق افتاده در واقع یک جرم یک تخلفی در مقیاس بین المللی و ملی اتفاق افتاده در اینجا دولت ها که میگیم مسئولیت دارن مسئولیت واکنش سریعه یعنی باید اقدام بکنه و کسانی را که عاملین نقض از لحاظ کیفری مجازات بکنه در واقع زمانت های کیفری را اعمال بکنن این مسئولیت مسئولیت واکنش سریست بعض وقتها میبینید کشورها در اثر جنگ تجاوز و ده ها از این گونه فعالیت ها خب گرفتار و ایرانی شده انسان های خود را از زیر ساخت نابود شده حالا دولت ها یک نوع مسئولیت در قبال این وضعیت داره اون میگن مسئولیت بازسازی باید چه بکنن این وضعیت را کمک کنن کمک بکنن که موجه باسازی این کشور بشه به حالت طبیعی بر بگرده گناه های مختلف و لاهای مختلف حیات انسانی در اون قلم را جغرافی این میگن مسئولیت باسازی مسئولیت دیگر به نام مسئولیت حمایت است که در سطح بین المللی مطرح است و این است که اگر در یک جایی و در یک کشور یک کشور خودش دولت مردان نسبت به نقض حقوق بشر، نقض حقوق انسانی ظلم ستم به در یک کشور اتفاق میفته یا اون دولت مایل نیست پیگیری بکنه این نقض حقوق انسانی ره یا مایل هست اما تواناییش نداره اینجا از لحاظ حقوق بین الملل جامعه جهانی یک مسئولیت را تقسیم کردن تحت عنوان مسئولیت حمایت و بر حسب مسئولیت حمایت دولت که دارای ظرفیت و توانایی داره بایستی برای تأمین و جلوگیری از نقض گونه های حقوق انسانی حالا در بحث ما نقض حق توسعه باید وارد بشه و این مسئله در این کشور تأمین بکنه و محقق بسازه اینا میگه مسئولیت حمایت پس ما با چند نوع یا پنج الان اگر من مصادیق رو بش بر بشماریم پنج نوع مسئولیت مواجه خب دلست. این مسئولیت ها رو اگر خوب کار بچه کافی بکنید در قلمروهای کشورهای مختلف هیچ کدامش با حاکمیت ملی را نقض نمیکنه نمیکنه پس استاد به طور خلاصه اگه بگیم چون فرصت برنامه هم تمام هست حاکمیت که من این... نقض حاکمیت که مطرح شده بود این حاکمیت تغییر کرده عنوانش و مفهومش تغییر کرده ولی از نقض حاکمیت با این مفهوم جدید به هیچ عنوان توسعه حق بر توسعه این نقض حاکمیت رو به وجود نمیاره و حاکمیت رو محدود آره. نمیکنه قسمت اخیری اینم که من عرض بکنم که دیگه این بستمون بشه فرصت نقص... اصلا نداریم استاد اگر امکان باشه از هم میکنیم از شما انشاءالله ادامه این مباحث برای شنبه هفته آینده و این ما و بینندگان حتما منتظر هستیم تا اون موقع که باز هم از سخنان شما و مطالب زیبای شما در باب حق توسعه از منظر فقی و حقوقی انشالله بهرمند بشویم تشکر از بینندگان عزیز که با برنامه همراه بودند امیدوارم مجموعی مطالب بیان شده در برنامه برای شما عزیزان مفید بوده باشد شما می توانید با ما در ارتباط باشید و مطالب خودتان را مطالب پیشنهادی خودتان را حتی انتقادی و یا در چنین روزهایی که شب و روزهای عید هست مطالب زیبایی راجب زندگانی پیامبر و امام جعفر صادق با ما در میان بگذارید از طریق این شماره مثبت 964 780 255 40 13 اجازه میخوام برنامه را با این تقدیم این شعر به وجود نازنین پیامبر به پایان ببریم که شاعر فرمود ماه فرو ماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد خدایا رو نگهدار شما <applause>